درودی صمیمانه خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. برنامه دیگر از روانشناسی خودمانی رو با شما عزیزان آغاز میکنم. در ابتدای برنامه متاسفانه در هفته‌ای که گذشت، در دو هفته‌ای که گذشت، دو فقدان بزرگ رو باز در زندگی تجربه کردم. ابتدا خانم فرشته بازرگان، دوست نازنین و بانوی نیکوکاری رو از دست دادیم، دختر مرحوم مهندس بازرگان. و این هفته همکار، دوست، رفیق، برادری نازنین رو از دست دادم، دکتر علی صادقی، که در ابتدای ورودم به آمریکا بعد از اینکه در یک سخنرانی در UCLA با من آشنا شد، ما همکاری با هم رو آغاز کردیم و ارتباطی بسیار عمیق با او و همسر نازنینش خانم دکتر لیلی زربخش برقرار کردیم که این مودت حدود 30 ساله که پاییده. رفتن علی نابهنگام و بسیار زودرس بود و یادم میفته که مثل که هرچقدر که سنمون بالاتر میره، هر روز بر سوگ عزیزی مینشینیم که چندان هم آسان نیست. به هر حال فقدان دکتر علی صادقی رو به خانواده صادقی و زربخش تسلیت میگم و در این روزهای سخت یادم و حضورم در کنار شما هست. برنامه ای رو که هفته گذشته آغاز کردیم مربوط بود به دخالت‌های خانواده همسر در زندگی مشترک جوانان، بسیار بسیار مورد استقبال شما قرار گرفته بود. عده زیادی از شما ایمیل هایی برای من فرستادید با قصه هایی که باور کردنی و باور نکردنی، و بسیاری از شما نوشته بودید که نخواستید روی خطوط برنامه بیاید به دلیل اینکه خطوط برنامه تلویزیونی هفته قبل بیاید به دلیل اینکه یک خطوط مشغول بود و دو بعضی هاتون دوست نداشتین که صداتون شناخته بشه و از من خواستید که راجع به این موارد به خصوص هم امروز صحبت کنیم. بله، این موضوع حقیقتش یکی از حادترین مسائل culture in transition یا فرهنگ در حال انتقال و تغییر. انتقال از چی و تغییر به چی؟ خاطرتون باشه ما از جوامع شرق میایم که خانواده های گسترده سنت رایج فرهنگی ماست. یعنی شما 50 سال به عقب برگردید یا شاید یه خورده بیشتر 70 سال به عقب برگردید، میبینید که یه پدر و مادری یه زمینی میخریدن و دور زمین یه 3-4 تا خونه میساختن و بچه هاشون هر کدوم که بزرگ میشد، به خصوص پسرا رو زن میدادن میآوردن تو اون خونه، ولی شبا همه دور هم خونه خانم بزرگ، آقا بزرگ بودن. و به نظر میرسید که فرزندان، به خصوص فرزندان پسر، یک به اصطلاح بخشی از یک منظومه ای هستند به نام منظومه خانوادگی، و در نتیجه همه بر دور خورشید مادر و پدر حرکتشون رو تنظیم میکردن. این مدل در خود ایران هم تغییر کرده، به دلایل اقتصادی، به دلایل فرهنگی، به دلایل آموزه‌های جدید، به دلیل نفوذ فرهنگ غرب. به هر حال در اونجا که هیچی، ولی برای مایی که به این ور آبها اومدیم و مواجه شدیم با یه فرهنگی که فقط خانواده هسته‌ای مطرح هست، جالبه براتون یه قصه ای رو بگم.
یه بار نوه های من گفتن که با مادر و پدرشون میخوان برن یه سفر اسکی و من همینطوری از روی شوخی، چون من سالها الان دیگه اسکی نمی کنم، یعنی میترسم بیفتم دست پام بشکنه دیگه کارم نتونم بکنم، من از روی شوخی بهشون گفتم که اوه پس من باید برم لباس اسکی بخرم. و اون موقع بچه ها فکر میکنم 7 ساله بودن، دوقلوها 7 ساله بودن، اون یکی هم 5 سال و نیمه. و یهو یکیشون به من گفت که You are not invited، تو دعوت نشدی برای این سفر. بعد گفتم که چرا نه؟ گفت برای اینکه این سفر خانوادگیه، It is a family vacation، It's a family trip. بعد من گفتم که Then who's the family؟ خانواده کیه؟ حالا داشتم هی ذهنیت این بچه ها رو به اصطلاح برای خودم بیرون می آوردم. گفت فامیلی مامیه، دادیه، سیروس، منم و کلوی. بعد یهو اضافه کرد گفت و کوپولی، کوپولی سگشونه. بعد من گفتم دیگه به مقامی رسیدم که نگو از مقام کوپولی هم دیگه شامل حال من نمیشه، ولی این دقیقا مفهوم خانواده است در ذهن بچه هایی که در فرهنگ های فردگرا و خانواده هسته‌ای زندگی میکنن. درست همینی که شمرد. بنابراین اگر ما این فرهنگ رو و این ذهنیت رو بدونیم سمت و سویست که خانواده مهاجر به اون سمت داره حرکت میکنه، اون وقت دیگه این به اصطلاح وصل زدنهای فرهنگ قبیله‌ای و خانواده سنتی وصله‌های ناجور میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید مادر بزرگ پدر بزرگ تصمیم بگیرن که خانواده کجا خونه بخرن. ممکنه مادر بزرگ پدر بزرگ بگن خب برای اینکه ما داریم مثلا پول اولیه‌شو ما میذاریم، خب دستتون درد نکنه، ولی نمیتونیم بگین اینجا خونه بخر اونجا نخر، میخوایم پولشو نذاریم. یا بچه ها کدوم مدرسه برن؟ بچه ها مدرسه مذهبی برن یا مدرسه آزاد برن، مدرسه خصوصی برن یا مدرسه دولتی برن؟ جز اختیارات شما نیست، میتونین دخالت کنین ولی آغاز یک درگیریه. یا اینکه پسر شما یا دختر شما قبل از ازدواج داره به اصطلاح پریناپچوال یا اون قراردادی که مال من مال خودمه، حالا بعضی از به خصوص خانواده هایی که بچه هاشون یه انباشته مالی هم دارن پستناب هم میخوان. یعنی چی؟ یعنی نه فقط تا اون موقع که ازدواج میکنم هرچی دارم مال خودمه، بلکه تو طول زندگی هم هرچی بهش اضافه میشه مال خودمه، اینو میگن پستناب. و مثلا سالی انقدر از این زندگی به همسری که ممکنه اونم اصلا تحصیل کرده بوده و میخواد میتونسته کار کنه درآمد داشته باشه ولی خواسته بشینه بچه هاشو بزرگ کنه که بچه های سالمتری بزرگ کنه، ولی از حقوق مالی انباشته های زندگی برخوردار نباشه. من با نسل قبلی ها راجع به این مسئله صحبت کردم تو اون آفیس. مثلا یادم آقایی به من میگفت خانم دکتر من که نمیخوام مادر نوهام به اصطلاح سختی بکشه، اما من نمیخوام وقتی با خودش فکر میکنه فکر کنه اگه من طلاق بگیرم 10 میلیون گیرم میاد و این موضوع باعث بشه که با سختی های زندگی مدارا نکنه، کنار نیاد و یهو هوس کنه زندگی رو بپاشه به خاطر اون جایزه مالی که کنارش داره. ظاهرا این گفتگو به نظر خیلی عاقلانه و مدبرانه میرسه، ولی من از اون آقا سوال کردم
و الان هم سوال خودم رو تکرار میکنم. گفتم خب شما عروس رو به این ترتیب، بردباریش رو برای یک زندگی بالا میخواهید ببرید، برای پسرتون چی؟ پسرتون اگر حس کرد که هرچی به تازونه زنش به دلیل شرایطی که توش قرار داره مجبور بسوزه و بسازه، اون وقت این پسر رو چطوری میخواید از خلافکردهای احتمالی و برون رفتهای آسیب زننده و ترکتازیهای مردانه به اصطلاح مهارش کنید؟ یه کمی مکس کرد، گفتش که خب اونو نصیحتش میتونم بکنم. همین؟ برخورد بسیار ناعادلانه و نابرابر. بنابراین این نوع دخالت هاست که این فرهنگ در حال انتقال اون رو بر نمیتابه. اون وقت مایی که از راه دلسوزی میخوایم مقوم زندگی فرزندانمون باشیم، مخرب زندگی اونها میشیم. یا فرض کنید مادر بزرگی تو آفیس من از عروسش گله میکرد که دختر 17 سالشو که دیت داره میکنه با یه پسری، دوست شده، دوست پسر شده، میاره تو خونه، تو مهمونی های فامیلی میاره و معرفی میکنه. میگفت اصلا من نمیفهمم این مادر چطوره که به دخترش نمیگه که این واسه ما خوب نیست، تو فرهنگ ما یه دختری که نسبتی نداره هنوز اینا شما نمیاری تو مهمونی های خانوادگی. من سوال کردم که آیا این اولین نوه‌ایه که یه غریبه رو که باهاش یه نوع رابطه ارتباطی و حسی داره میاره تو خانواده؟ گفتش که نه، من خیلی نوه دارم، من 8 نوه دارم، ولیکن این اولین دختره. گفتم که خب پسرا میارن؟ خانم دکتر، خب اونا پسرن، وضع اونا فرق میکنه. اونا آره یه دختری رو میارن، آدمم بهشون میگه که مادر مواظب باش، تو الان خیلی زوده که جدی بخوای با یه دختری در اینوالو بشی، خب مواظب باش که به اصطلاح یه کاری نکنی که بعدم پشیمون بشی، حالا با این دختر سرت گرم باشه تا درس تموم شه، بعد انشالله وقتی بزرگتر شدی، عاقل‌تر شدی، اون وقت یه زندگی جدی درست کنی. خیلی خب، بنابراین بلا فاصله شما میبینی پیام فرهنگی پشت این حرف اینه که برای این مادر بزرگ نوه های پسرش اگر دخترها رو بیارن و بازی کنن و خوش بگذرونن و هوسرانی بکنن عیبی نداره، فقط مواظب باشن که یه بلایی سر خودشون نیارن، مثلا یه دختری ازشون حامله نشه، یه چیزی نشه، بعد برسن به سن درسشون تموم بشه، تا اون موقع با چند تا دختر حال و حولی بکنن، بعد برسن به سن درسشون تموم شه و به سن ازدواج برسن، اون موقع خانواده ها اون وقت بشینن رایزنی کنن و از آشنا و از کسی که همسطحشونه، از کسی که اینه و اینه، برای این یه دونه عروس پیدا بکنن. ولی وقتی به دختر میرسه، نه 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 نه، این یک بام و دو هوایی هایی که در فرهنگ شرق پذیرفته شده بوده، در فرهنگ اینجا دیگه پذیرفته شده نیست. حالا هر کاری میخواییم باش بکنیم بکنید، در فرهنگ اینجا پذیرفته شده نیست. به همین دلیل بسیاری از دختران جوان برای این یک بام و دو هوایی که خودشون اسمشو میذارن دبل استاندارد، با مادر پدرشون، با مادر پدر بزرگ و کسانی که به اصطلاح خودشونو پاسدارهای فرهنگی خانواده میدونن درگیری پیدا میکنن. اون وقت این نوع دخالت ها باز از مواردی میشه که در خانواده تنش به وجود میاره.
دیگر از مواردی که در خانواده تنش به وجود میاد بحث کنترل مالی زندگی هست. یعنی شما تعجب میکنید اگر من به شما بگم که فرض کنید آقایی که همسر داره و 14 ساله داره با همسرش زندگی میکنه، 3 تا بچه از همسرش داره، پسندازها و ذخیره های مالیش رو چون توی بیزنسی هست که توی کسب و کاری هست که نقد توش میاد، اینا رو مثلا برای خونه مادرش قایم میکنه. این رو عروس خانواده به من نگفته، اینو مادر خانواده، یعنی همون کسی که پولها پیشش انباشته میشه، این حرف رو میزنه. و وقتی که شما میگید خب اون عروسم به خصوص تو دنیای امروز که زنا همه تحصیل کردن، اکثرا زنا هم 2 تا 4 تا سرشون میشه یا تو بازار کارن، خب خیلی کاری نداره که بررسی بکنه ببینه تو این شغل شوهر یا درآمد و ساعاتی که کار میکنه این مقدار ثروت گم شده کجا قایم شده؟ کجا قایم شده؟ تو باغچه که چال نشده. بنابراین اون وقت اینجا یه مسائل دیگه میاد وسط، و اون این که من بعد از 14 سال محرم تو نیستم، شریک زندگی تو نیستم، بلکه مادر و پدر تو هنوز شریک زندگی تو هستن. من یک قصه دردناکی رو نقل میکنم، و اون این که یک خانومی، یک زن و شوهری که الان محل و شهر زندگیشون هم نمیگم که قابل شناسایی نباشن، من وقتی که یه مثالی میزنم حاشیه داستان رو انقدر تغییر میدم که قابل شناسایی نباشه. یعنی اگر من اینجا میگم 3 تا بچه دارن، ممکنه 5 تا داشته باشن. اگر میگم 14 سال ازدواج کردن، ممکنه 17 سال باشه. عمدن این جزئیات قصه رو تغییر میدم برای اینکه قابل شناسایی نباشه. بنابراین حدس نزنید که تو ذهن خودتون که من دارم راجع به این آدم یا اون آدم حرف میزنم. این اطلاعاتش درست نیست، ولی مغز داستان درسته که همون مغز هست که آزار دهنده است. مغز داستان اینه که یک آقایی، یک طبیبی با یک خانم 11 سال از خودش جوانتر ازدواج میکنه، و قبل از ازدواج به خانم میگه که من تو منزل برادرم زندگی میکنم. برای این خانومم مهم نبوده، خانم خودش هم شغل داشته، یعنی کار حرفه‌ای داشته، با هم ازدواج میکنن و به اصطلاح چند سال با هم زندگی میکنن و از هم 2 تا مثلا بچه دارن، یعنی با هم 2 تا بچه دارن. بعد این آقا ناگهان به طور غیر مترقبه‌ای سکته میکنه و فوت میکنه. وقتی که این آقا فوت میکنه، پدر بزرگ هنوز در قید حیات بوده، و پدر بزرگ میاد و به عروس خانواده میگه که این خونه‌ای که شما توش زندگی میکنید مال شوهرت بوده، و در ابتدای زندگی چون نمیشناختیم شما رو غیره رو، اینو به اسم اون یکی برادر کرده بودیم که در اون زمان مجرد بود، و الان برادر همسر داره و ما صحبت کردیم با برادر و قرار شده که به دلیل اینکه دیگه اون پسرم در قید حیات نیست و شما این همه سال از زندگیتون گذشته و الان مسئول بچه ها هستین، این خونه رو به اسم شما بکنیم. عروس هم خیلی قدردانی میکنه و تشکر میکنه، و پدر بزرگ میگه که من تا زنده هستم میخوام این کار صورت بگیره. و بعد از اینکه قرار مقدمات این کار آماده بشه، متوجه میشن که
عروس بعدی یعنی همسر پسر که الان در قید حیاته رو نصف خونه لین گذاشته، یعنی گفته این خونه مال همسر منه و من مالک نصف این هستم. حالا این البته می رفته توی جنگ قانونی برای اینکه این قبل از اینکه این خانم همسر این بشه اینو داشته، ولی بعد یه کاغذایی رو در آوردن که مثل که اون آقا پولو میداده به این برادر که برادر قسطای خونه رو بده، بعد بر اساس اون گفته یه تعدادی از قسطاش در این سالهایی که این همسر بوده داشته پرداخت میشده. یک ماجرای پیچیده و جنگی در یک خانواده. این وسط هم پدر بزرگ فوت کرده و حالا دیگه خود عمو هم که از پدر که در حال حیات نیست خجالت نمیکشه رفته به سمت زن خودش. یعنی شما ببینید این مدل هایی که ما دخالت میکنیم در زندگی بچه هامون چه ماجراهایی برای این فرزندان به وجود میاد. پیشنهاد من به عنوان یک روانشناس که بیش از 30 ساله با این مسائل خانوادگی به اصطلاح روبرو هستم، پیشنهاد من چیه برای نسل قدیمی تر در برابر خانواده های فرزندانشون؟ پیشنهاد قلبی من اینه که ما بپذیریم که دنیا تغییر کرده، شرایط زندگی ما تغییر کرده، محیط ما تغییر کرده و فرهنگ ما تغییر کرده، در نتیجه باید قصه های زندگی ما هم تغییر کنه. بهترین نوع دخالت در زندگی فرزندان ما بعد از ازدواج عدم دخالته. اگر فرزندانمون میان با ما سخن از ناسازگاری های همسرانشون میگن یا سخن از رنج های خودشون میگن، ما میتوانیم به عنوان مادر و پدر بشنویم ولی به اونها پیشنهاد کنیم که حتما برای حل این مسائل از متخصصینی که وجود دارن کمک بگیرید، چون ما باید بی‌طرفی خودمون رو حفظ کنیم. پیشنهاد دوم من چیه؟ پیشنهاد دوم من اینه که با تمام سختی که ممکنه یا با تمام به اصطلاح تلاشی که ممکنه راحت هم نباشه، ما سعی کنیم قوی ترین رابطمون در خانواده با همسر فرزندمون باشه، نه فرزندمون. یعنی اگر عروس داریم، ما از عروسمون بخواهیم که اگر ما رو دعوت میکنه خودش مستقیما دعوت کنه، از او بخواهیم که اگر از ما کمک میخواد بخواد، از او بخواهیم اگر میخواد سفر مشترکی رو قرار بذاره از او بخواهیم، یا برعکس از دامادمون. چون به این ترتیب ما یک تصور، تخیل، توهم یا واقعیت تاریخی رو که عروس که دختر نمیشه، داماد که پسر نمیشه، این تمام امکاناتش رو گفتم، تخیل، توهم، حقیقت، هر چه که هست ما تغییر بدیم. میدونم دوستان روی خط هستین، از حالا 818-301-8000 موضوع فقط دخالت نسل قبلی در زندگی جوانانه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. ببخشید مثل که من اشتباه گرفتم، مثل که شما میخواستید یه سوالی، حال دوباره اشکالی نداره، 818-301-8000 میتونید من رو بگیرید. بنابراین کلید واقعی در اینه که ما به یک جنگ خیالی یا جنگ واقعی یا یک قصه به اصطلاح تاریخی که به صورت یک میراث شوم در آمده، مثلا قصه های عروس و مادر شوهر، خب به صورت یک میراث شوم داره منتقل میشه، مگر اینکه مادر شوهر امروزی بتواند
بپذیرد که امروز اولین و آخرین حرف رو در زندگی پسرم من نمیزنم، همسر او میزنه. اولین و آخرین حرف رو در زندگی نوه‌های من نمیزنم، عروس من میزنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. درود خدمت شما، با درود خدمت ملت ایران. یه لحظه اگه اجازه بدین من همین یه دقیقه دو دقیقه راجع به این موضوع بله، این موضوعی که شما همین صحبت کردین در مورد دخالت ها، درسته؟ بله. این دخالت ها که میکنن، خب این مسائل هایی هست که به حال تو فرهنگ ما هست. الان هم همین دخالت ها تو زندگی هم دیگه میکنن، توی یک کشورهای دیگه هم مثل ایتالیا یا جای دیگه هم هست. منتها من یه لحظه میخواستم اینه عرض کنم که من متاسفم واقعا امروز برای مردمان خوزستان که در زیر این ببخشید قربون. این به موضوع شما منو یاد یه چیز جالبی میندازید، عذر میخوام. من هم مثل شما برای مردم خوزستان ناراحتم، ولی اجازه بدید که ما فرصت طلبانه از امکانات استفاده نکنیم، بلکه به اصطلاح صادقانه و صمیمانه با امکانات برخورد کنیم. شما منو یاد یه ماجرایی میندازید که یه خوردم لطیف و بامزه است، و اون اینه که ما یک سالی که من فکر میکنم 19 ساله بودم، همه خانواده با یه اتوبوس رفته بودیم سیزده بدر. یه پدر من یه ویولونزنی رو سوار کرد که توی ماشین به اصطلاح واسه ما آهنگ بزنه. اون سالم بود که پوران، زنده یاد پوران، گل اومد بهار اومد و خونده بود. این ویولونزن مثل که فقط این آهنگ و بلد بود. میگفتن هرچی آهنگ نمیدونم شکوفه میرخصد و بزن، این یه دونه نوت میمد بزنه دوباره به گل اومد بهار اومد ختم میشد. و خلاصه تمام طول راه هر آهنگی خواستن این به گل اومد بهار اومد ختم شد. شما هم از هر جایی که گفتگو رو شروع میکنی برمیگرده به اینکه حکومت ایران قاسب، حکومت ایران جانی، حکومت ایران نامرد، حکومت ایران بله ستمگر، مستبد، همه اینا درسته. ولی بذارید ما برگردیم به موضوع امروز. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم فرنودی میخواستم صحبت کنم. بله من هستم، بفرمایید عزیزم. شما هستید؟ بله بفرمایید. من سلام عرض میکنم. سلام از من. خواستم بگم تمام گفته های شما از صمیم قلب، و چون من 70-80 سال زندگی کردم، حالا میبینم که تمام برنامه هایی که شما پیاده میکنین صحیح و قشنگه، و من 3 تا پسر دارم که هر 3 با اختیار خودشون زندگی کردن، فقط من راهنمایی برای تحصیلاتشون کردم که همه موفق هم هستن. بنابراین تنها یک عروسم بهش گفتم بذار دانشجو تمام بشه درسش، بعد با هم دوست باشین ازدواج کنه. این حالا هنوز با من 30 سالم هست که گذشته، هنوز یه دفعه زنگ نمیزنه یه احوالی از من بپرسه در آمریکا هم زندگی میکنی. انشالله که شما این حرفایی که میزنی به دل همه بشینه. ممنون آقا، خدا حفظتون کنه. مرسی، روزتون بخیر. خدا حافظ. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خواهش میکنم، نه اگر بحث سیاسی بکنی، اگه بحث سیاسی بکنی قطعت میکنم، چون این برنامه راجع به مسائل، ببین عزیزم، این برنامه الان مربوط به دخالت والدین در زندگی فرزندانش، همین. بله حالا خوزستان چطوره؟ خب میدونیم چطوره، هممونم میدونیم، شما هم تو همه برنامه ها میایید و این رو میگید. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید. با منی؟ آره عزیزم بفرمایید. خانم فرنودی درود بر شما با این برنامه های زیباتون. مرسی خانم. از یک
قشنگتر و بهتر. تلویزیونتون رو اگه لطف کنید ببندید ما خوشحال میشیم. همیشه خودم بعد به اینجور آدم ها که تلویزیونشون رو بلند میکنن هنو یاد نگرفتن کلی توهین میکنم، حالا خودم هم شاملش. خب هممون همینطوریم، به همه ایراد میگیریم. باور کنی همیشه میگم وای کی ما میخوایم ایراد بگیریم، حالا خودم هم حواسم نام. حالا فرادی واقعا چقدر بحث زیبایی رو انداختیم، بسیار عالی، آموزنده. واقعا اگه ما شما رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ نه بابا دانشگاه نه، لطف دارید، ولی خب دوستان همه روی این مسائل صحبت میکنن. پوینتتون رو لطف کنید بفرمایید تا اینجا که خانم فرادی جان. من فقط میخواستم ازتون سپاسگزاری کنم، در ضمن میخواستم درست این راجبه شما دارین بحثتون راجبه راهنمایی بعد از ازدواج، درسته؟ خب حالا قبلش هم که خب خیلی چیزا قبلش هست، قبلش نظرتون چیه؟ چشم. چون بچه‌ها رو مثلا بعضی‌ها میگن خب این بچه دیگه الان مثلا 25 سالشه باید خودش تصمیم بگیره اینا، بخواستم ببینم شما نظرتون. چشم، اون رو گفتگو میکنی. چشم، من با شما گوش میدم. حتما، افتخار. خواهش میکنم بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. شم با اون کسی بود که امروز بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. بفرمایید عزیز با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. خانم دکتر من امشب کمی دیر به تلویزیون رسیدم، اون موقع که شما این جمله رو میفرمودید که باید مادر شما، یعنی به شخص به آقای میگفتید باید بفهمه که حرف آخر رو همسر شما میزنن. بله. من اگر درست شنیده باشم بله. اون موقع شدم شماره شما رو بگیرم. من میخواستم بگم آیا اگر این فرهنگ اشاعه پیدا کنه که در هر خانواده مسائل به شور گذاشته بشه، به بررسی بشه، تحلیل بشه و آنچه مصلحت خانواده هست انتخاب بشه، بهتر از این نیست که یک نفر رو بذاریم اون بالا بگیم فقط نظر ایشونه، حالا یا مادره یا همسر خانم هست یا آقا باشه، و بگیم اون هرچی گفت همون باید باشه. آره، بذارید من فقط به شما بگم اگر ما خانواده رو درست معنا کنیم، بله مشورت در خانواده باید باشه. من عرض کردم که یه سفری دختر و نوه های من و همسرش به اسکی می رفتن، اینا گفتن ما داریم فلان روز میریم اسکی، من گفتم که پس من برم لباس اسکی بخرم. نوه 7.5 ساله من گفتش که ولی تو که دعوت نداری، این سفر خانوادگیه. گفتم خانواده یعنی چی؟ بر من معنی کرد، گفت مادرم و پدرم و برادرم و خواهرم و من و سگمون. خب اگر ما در بدونیم خانواده هستگی یعنی این، یعنی این، اون وقت بله در این خانواده مشورت. در مورد پدر بزرگ، مادر بزرگ، الانم که ماشاءالله با بالا رفتن سن، مثلا فرض کنید من دخترم، منو داره به عنوان مادر، مادر منم داره به عنوان مادر بزرگ، اگه این حلقه ها هی بره جلوتر بگی مشورت خانوادگی، خیلی درد سر به وجود میاد. اگر شما خانواده رو درست معنا کنید، خانواده امروزی خانواده هسته ایه، زن و شوهر و فرزندان. ببخشید من میتونم یه نکته رو؟ حتما بفرمایید خانم دکتر. آیا ما اول خانواده رو معنا میکنیم که پدر و مادر و بچه ها؟ من معنی خانواده هستی رو میدونم، ولی من معتقدم که برای مشورت دادن نه تنها خانواده، خارج از حتی چارچوب خانواده، خانواده هستی و بزرگتر از خانواده هستی، حتی از همسایه، از دوست و به خصوص تنور داغ مشاورانه در هر کشوری که برای اندک چیزی میدن هزینه های ببینید برای پرداخت. بله عزیز من، مشورت میدن. من اجازه بدید من دوباره بگم اینو، این که آدم نظر دیگران رو بشنوه، اگر که خوب هست استفاده کنه، اگر خوب نیست بندازه تو سطل آشغال، ولی شنیدن نظر دیگران و به حلاجی کشوندن مسئله و به چالش کشوندن مسئله باعث میشه که راه حل‌های خوب پیدا بشه و بجوشه و بیاد بالا. این مسئله که ما
یه دونه تخته میذاریم و هر کس قدش بلندتر از اینه میزنیم، هر کس کوتاه‌تر میکشیم و میگیم خانواده هستی. حالا نظر نوه گل شما که گفته که شما نمیتونید بیاین مگر شما دعوت هستین، که حرف عاطفی توی خانواده نمیتونه ملاک و معیار این باشه که ما باید چه کار کنیم. یه چارچوب درست کنیم، پدر مادر بچه‌ها اگه حرفی زدن یعنی خانوادگی، ولی اگه عمه و خاله گفتن اونا دشمنن و دارن دخالت میکنن و دارن فضولی میکنن و دارن زندگی رو به هم میزنن. شما صحبتتون تموم شد؟ بله تموم شد. اوکی. من اولا در پس لحن شما یک نوع فراستریشن یا یک نوع خشم اگر نگم، یک نوع طعم گسی که این کلمات من در ذهن شما به وجود آورده میبینم، حس میکنم و فکر میکنم شاید خانش شما از این گفتگوهای من این بود که من مروج این نظریه هستم که بعد از ازدواج بقیه خانواده حذف میشه. من مروج این فکر نیستم، ولی قویاً مروج و طرفدار این اندیشم که چون دخالت‌های خانواده دو طرف آنچه که بر دل فرزند ما خوش می نشیند شاید بر دل همسر او خوش نشیند، لذا ما گرفتار دو تفسیر متفاوت از یک دخالت و یک اظهار نظر باشیم. مادر و پدرها آخرین کسانی هستند که در حلقه مشورتی باید حضور داشته باشن، اونم مشورت. مثلا به عنوان مثال زن و شوهر راجع به این که بچه ها رو به مدرسه دینی بفرستن یا مدرسه عادی بفرستن با هم تفاوت نظر دارن. اینا وقتی پیش من میان، پیش یه مشاور میان، که شما با یه هرسی گفتین دیگه داغ مشاورین، وقتی پیش منی که دکونم هم داغه میان، من نه سمت همسر رو دارم، نه سمت شوهر رو دارم، نه سمت زن رو دارم. به عنوان یک موجود بی‌طرف که اظهار نظرش راجع به مدارس مذهبی مبتنی بر آمار و ارقامی هست که در این زمینه وجود داره و در مورد مدارس غیر مذهبی مبتنی بر همین اطلاعات هست، این اطلاعات رو در میان بحث این زن و شوهر میارم و اونها احساس نمی کنن که آره مادر تو چون خودش مذهبیه میخواد بچه های ما رو هم مثل خودش کنه، یا پدر تو برای این که مذهبیه میخواد بچه های ما رو هم مثل خودش کنه. به این دلیله که من میگم زن و شوهر و فرزندان بهترین مشاورین مسائل خانواده هستند و بعد از اونها متخصصین بی‌طرف‌ترین موجوداتی هستند که در این زمینه میتونن کمک بکنن. و بعد از اینکه زن و شوهر هر دو به شمای مادر مراجعه میکنن و میگن مامان ما فکر میکردیم بچه ها رو بذاریم تو این مدرسه خصوصی، رفتیم با روانشناس هم حرف زدیم، فرنودی یا نمیدونم اون یکی حالا هر کی میگه که مدرسه خصوصی این اشکالو داره، این محاسنو داره، شما چی فکر میکنین؟ شما نظر خودتون رو نه به عنوان یک عقیده که بیس تصمیم گیری اونا باشه، به عنوان یک نظری که اونها میتونن بشنون. ولی فقط همین که اگرم نظر شما، من به عنوان روانشناس اگر نظرم رو اینا اجرا نکنن عصبانی نمیشم، قهر نمیکنم، تو مهمونی بعدی چای رو جلو همه میگیرم جلو اون نمیگیرم، این اتفاق نمیفته. ولی مادر و پدر وقتی دخالت میکنن و دخالت هاشون شنیده نمیشه یا پذیرفته نمیشه، خیلی عواقب یا پس ضربه های عاطفی، پس لرزه های عاطفی داره بعدش. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم.
بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید دوست عزیز با شما. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. مرسی. می‌خوام در خصوص دخالت من می‌خوام یه سوال بپرسم حضورتون. اینکه اگر قبل از ازدواج هم پدر یا مادر طرف دخالت می‌کنن ما چه برخوردی باید بکنیم؟ با توجه به اینکه سن دو طرف حدود 34 سال باشه و تجربه زندگی داشته باشن. بله. در این خصوص چرا؟ چشم. من اینجا یادداشت کردم که حرف بزنم چون کسی دیگه هم غیر از شما این سوالی کردن. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. الو. بفرمایید. شما مگه ادعا ببینید قربون، شما وقتی که بحث رو از مسیر موضوع تخصصیش دور میکنید، من به دلیل حمایت از حقوق افرادی که مشتاق ادامه این بحث هستن باید شما رو متوقف کنم. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. سلام، خسته نباشید. ممنون خانومم، بفرمایید. واقعا چجور بگم، دوست دارم که اینطوری صحبت میکنه. خواهش میکنم خانوم. من دو تا وارث دارم، یکی 25 سال ازدواج کرده، یکی 24 سال. یعنی واقعا خان دکتر که این حرف را میزانه این با این رفترم بوده با دو تا داماد. یعنی تو نمیدونی این بچه چه کار میکنه، ولی کاری به کارشان ندم، تنهام زندگی میکنم. بله. هر موقع زنگ بزنن همونو بپزم ببرم بیان، نمیگم چرا. خدا عمرت بده، خدا حفظت کنه. واقعا این صدای قشنگت که میشنوه هر دفعه گوش میدم، خودم یه اقلیت ارمنه هستم. بله، حد زدم. ممنون خانم عزیز. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. باور بکنید من بابا من نمیدونم با شما چیکار کنم. چقدر میتونی هی منو بگیری؟ بفرمایید دوست عزیز. خانم دکتر، جانم بفرمایید. شما خواهش میکنم. قصد تلفن زدم این بود که هفته پیش جوری صحبت کردم که متاسفانه احساس بدی هم دارم، از شما عذرخواهی میکنم. منظور من آقای مهندس بازرگان واقعا نبود. بله بله. و ببخشید اگه من این کلمه رو ناخودآگاه به زبون آوردم. خواهش میکنم آقا، اشکالی نداره. ما احساساتی بله، این موقع دیگه گرفتاری فکری هم پیش میاد دیگه، هیچ کارش نمیشه بکنه. ولی واقعیشو میگم آنس، من بعد از که با شما صحبت کردم به شدت عصبانی بودم، بیرون رفتم قدم زدم و یه چیز جالب به نظر من خیلی خوب اومد. دیدم توی خیابون ما یه طرفش اتومبیل پیکان مثلا جی ام میفروشه، کنار دستش فورد میفروشه، اون برش نیسانه، اینا به هم هیچ کاری ندارن. بله بله. هر کسی کار خودشو انجام میده، اونی که علاقه منده میره به طرف همون. بله من بله. فهمیدم کارم خیلی اشتباه بوده و واقعا نمیدونستم چجوری هم به شما تماس بگیرم. میخواستم تلفنی صحبت کنم که شما رو از ناراحتی بیرون بیارم. خواهش میکنم. امیدوارم نو هارد فیلینگ. ببینید آقای عزیز، اولا ممنون. چقدر رشد فردی و چقدر بلوغ عاطفی لازم هست که ما بتوانیم خودمون رو بازبینی کنیم و اگر خطایی از ما رفته بتونیم تصحیح کنیم و به اصطلاح بگیم که در کجا واکنش ما درست نبوده. این بلوغ عاطفی شما تحسین برانگیزه. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. سلام خانم دکتر، روزتون بخیر. ممنون خانم. میخوام کنم میتونم مطلب رو خدمتون بگم؟ خیلی کوتاه چون وقت ما کمه. بله درسته. خانم دکتر ببینید مطلب شما کاملا صحیحه، تمام راهکاری که فرمودید، ولی من میخواستم یه نکته کوچیک هم شما به مطالبتون اضافه بکنید و اون اینه که شما باید میزان فهم و شعور عروس و دوماد رو هم در نظر بگیرید. چه بسا من مادر و پدرای عاقلی که تونستن زندگی های بچهش رو نجات بدن. حال ما از این استفهام داریم. خوشحال میشم که شما این رو هم بفرمایید. بله. همین جمله شما رو اگر عروس یا دامادت بشنوه که دخلت اومده.
ببینید اون عروس یا دامادی که هم فرزند شما انتخاب کرده، به هر حال یک وجه تشابهی بین فرزندت با انتخابش بوده. شما اون رو باید احترام بذارید و اگر اونها در زندگی به دشواری خوردن به دلیل عقل کم داماد یا عقل کم عروس، باید از متخصص کمک بگیرن. من موضوع دخالت‌های قبل از ازدواجی که دو بار سوال شد به هفته آینده واگذار میکنم که با اون گفتگوم رو آغاز میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو جانم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام خانمم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام خانم دکتر، ببخشید من دخترم تقریباً نه این موضوع مربوط به دخالت خانواده است. در مورد دخالت والدین فرمودین. بفرمایید. داماد من با اینکه تحصیلات عالی داره، باورش به اینه که دخالت والدین باعث اختلاف فیما بین ایشون شده و باور نداره که خودشون یا دختر من یا خود ایشون نباید زیاد دهن بین باشن. نه اجازه بدید. نه اجازه بدید. اشتباهات خودشونو پای دیگران بندازن. اوکی، اجازه بدید. این جواب میخواد. اجازه بدید. بله، من جواب شما رو میدم. همین الان وقتی شما دارید میگید اشتباهات خودش، دخالت ها، پای دخالت های دیگران میزن، اگه دخالتی نباشه که اونا نمیتونن پای کی بذارن. بنابراین وقتی اونا مشکل دارن، مادر و پدر پیوسته میتونن بگن مسئلتون رو خوشبختانه امروز تخصصی هست برای کمک به افراد. بنابراین خیلی راحت میتونید خودتون رو از این دایره‌ای که هرگز به نفعتون نیست بیرون بکشید. بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید دوست عزیز. تلویزیونتون رو نبستید. خب، به من اشاره میکنن که من به پایان برنامه رسیدم. هفته آینده راجع به دخالت والدین در انتخاب همسر با فرزندانشون و نوع این دخالت‌ها، دخالت‌های مجاز، دخالت‌های غیر مجاز با هم گفتگو می‌کنیم و شما عزیزان هم می‌تونید برای ابراز نظریات خودتون کنار ما باشید. بار دیگر در پایان برنامه، فقدان و از دست رفتن دوست و یار و رفیق خوبم، همکار خوبم دکتر علی صادقی رو به خانواده صادقی و زربخش تسلیت عرض می‌کنم. روزگارتون خوش. فردا شب در مؤسسه ابن سینا کلاس‌های ما برقرار و به روی همه آزاد و رایگان است.